به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمتتون. بنده میکائیل آسلی هستم. با جلسه سوم دوره آموزشی CCNA Collaboration از گروه وایپینگ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در این بخش از مجموعه ویدیوهای آموزشی وایپ سیسکومون میخواییم در مورد کودک های صوتی و نحوه به وجود اومدنشون با هم دیگه صحبت کنیم. اما قبل از اینکه به این مبحث بپردازیم، من یه لیستی از واژه ها رو براتون آماده کردم که خوبه باهاش آشنایی داشته باشید، چون ممکنه تو طول دوره ازشون استفاده کنیم، خوبه که شناختی نسبت بهشون داشته باشید. اولین واژه دایال تون هستش که همون صدای بوقی هستش که شما وقتی گوشی تلفن رو برمی‌دارید میشنویدش. این به این معنی هستش که تلفن وصله و شما باید شماره مورد نظرتون رو وارد کنید. بعدی آن هوک و آف هوک هستش. آن هوک زمانی گفته میشه که ما گوشی تلفن رو روی تلفن قرار دادیم و آف هوک زمانی هستش که ما گوشی رو از روی تلفن برمی‌داریم یا جواب میدیم تلفن رو. بعدی بیزیتون هستش یا همون بوق اشغال. قطعا براتون پیش اومده، با یه شماره تماس میگیرید و مخاطب مورد نظرتون در حال مکالمه است و بوق اشغال برای شما پخش میشه. بعدی رینگ بک تون هستش که همون زنگ خوردن تلفن هستش، زمانی که شما با یه جا دارید تماس میگیرید و تلفن داره بوق میخوره و گوشی طرف مقابلتون شروع به زنگ خوردن میکنه. بریم اسلاید بعدی. همونطور که در تصویر میبینید، شما باید با این سه نوع تلفن آشنایی کامل داشته باشید. تلفن آنالوگ که همون تلفن‌های معمولی هستش که تو خیلی از خونه‌ها وجود داره و از یک زوج سیم برای برقراری ارتباط استفاده میکنن. تلفن بعدی تلفن دیجیتال هستش که برخلاف تلفن‌های آنالوگ که از یک زوج سیم استفاده می‌کنن، از دو زوج سیم استفاده می‌کنن که همونطور که در تصویر می‌بینید یه سری کلیدهای قابل برنامه‌ریزی هم داره، همون دکمه‌هایی که سمت راست تلفن می‌بینید، و حتی به کمک این تلفن‌ها حتی می‌تونید مرکز تلفن خودتون هم کانفیگ کنید. تلفن بعدی تلفن IP هستش که حالا در ادامه انشالله بیشتر باهاش آشنا میشیم. به کمک این تلفن‌ها دیگه می‌تونید قابلیت‌های بسیار کاربردی و سرویس‌های بسیار پیشرفته ای رو در بستر شبکه خودتون راه اندازی کنید. بریم اسلاید بعدی. بعدی سنترال آفیس سویچ هستش که به همون سویچ های مخابرات گفته میشه. این سویچ ها وظیفه ارائه سرویس به کسایی که به لینک مخابرات متصل هستن رو به عهده دارن. کارهایی مثل ارسال تماس، مسیریابی تماس، ارسال سیگنالین و کارهای اینچنینی رو به عهده دارن. بعدی پرایوت سویچ هستش که نقش یک شبکه PSTN کوچیک رو توی سازمان ما برای ما بازی میکنم. برای به سویچ ها باعث میشن که دیگه لازم نباشه تک تک تلفن های داخل یه سازمان به بستر PSTN و بستر مخابرات متصل باشن، که این کار هم هزینه های تلفنی سازمان رو کاهش میده و هم قابلیت های ویژه‌ای رو در اختیار کاربران شرکت قرار میده. بعدی ترانک هستش که به ارتباط بین سویچ ها گفته میشه، که حالا انشالله در ادامه موقع حل سناریوها و توضیح برخی مسائل بیشتر باهاش آشنا بشید. و آخرین عبارت هم لوکال لوپ هستش که به لینک بین مشتری و مرکز مخابرات گفته میشه. بریم اسلاید بعدی. فرآیند تبدیل صوت به پکه. قبل از اینکه نظریه دکتر نایکویست رو بخوایم بررسی کنیم، یه سری نکات رو با هم دیگه مرور کنیم. ببینید، محدوده شنوایی انسان بین 20 تا 20000 هرتز هستش. صدای انسان بین 200 تا 9000 هرتز هستش و خط تلفن بین 300 تا 3400 هرتز هستش. اما بریم سراغ نظریه دکتر نایکویست. ببینید، سالها قبل دکتر نایکویست نظریه ای رو داد که به کمک اون میخواست صوت رو به حالت دیجیتال یا کد 0 و 1 تبدیل کنه و اون رو در بازه 300 تا 4000 هرتز به سمت دیگه انتقال بده. حتما براتون سوال میشه که این کاهش محدوده فرکانسی صدا رو خراب نمیکنه؟ صدا قابل فهم هست موقع انتقال؟ بله، صدا قابل فهمه، ولی خب طبیعتا زمانی که شما با یه نفر تلفنی صحبت میکنید تا اینکه حضوری میبینیدش، صداش خیلی فرق میکنه. اما این تفاوت انقدی نیستش که شما دیگه صدا رو متوجه نشید، بنابراین صدا قابل فهمه و طرفین به راحتی میتونید با هم دیگه صحبت کنید. اما حالا دکتر نایکویست چجوری میخواست این کار رو انجام بده؟ دکتر نایکویست نظریهش این بود که
اگر از بیشترین فرکانس صدا دو بار در ثانیه نمونه برداری کنیم، میتونیم در سمت دیگه اون صدا رو بازسازی کنیم. حالا 2 ضرب 4000 میشه 8000، یعنی اگر در هر ثانیه 8000 بار از صوت نمونه برداری کنیم، میتونیم صدا رو در سمت دیگه بازسازی کنیم. حالا این نمونه ها رو ما میایم توی 1 بایت یا 8 بیت قرار میدیم. همونطور که میدونید هر بایت میتونه اعداد بین 0 تا 255 رو نشون بده. واسه همین ما میایم محدوده کوانتیزیشنمون رو در بازه منفی 127 تا مثبت 127 در نظر میگیریم تا بتونیم اونو در داخل 1 بایت نشون بدیم. حالا این کار چجوری انجام میدیم؟ چون میخوایم هم اعداد مثبت و هم اعداد منفی رو در 1 بایت نشون بدیم، 1 بیت از سمت چپ جدا میکنیم و میگیم هر زمان که بیت سمت چپ 1 بود عدد مثبته و هر زمان که 0 بود عدد منفیه. حالا همونطور که تو مرحله قبل گفتیم، برای اینکه بتونیم صوتمون رو به سمت دیگه منتقل کنیم، باید از اون 8000 بار در ثانیه نمونه بگیریم و اون نمونه رو توی 1 بایت یا 8 بیت بنویسیم. حالا اگر 8000 رو ضرب در 8 بیت کنیم میشه 64000 بیت یا 64 کیلو بیت پر سکند. یعنی زمانی که ما میخوایم 1 صوت رو به سمت دیگه انتقال بدیم، اگر هیچ گونه فشرده سازی انجام ندیم، به پهنای باند 64 کیلو بیت پر سکند احتیاج داریم. اما اینا چه ربطی به کودک ها داره؟ ببینید تمام مطالبی که از کوانتیزیشن تا الان گفتیم، مراحل کوانتیزیشن برای کودک G711 ایلا هستش. در اسلاید بعدی ما میتونیم لیستی از کودک های صوتی و پهنای باند مورد نیازشون رو ببینیم. همونطور که میبینید کودک G711 64 کیلو بیت پر سکند پهنای باند احتیاج داره. نکته که باید بدونید اینه که کودک G711 دو نوع داره، یکی کودک G711 ایلا هستش، یکی مولا هستش. برای اینکه کودک G711 مولا رو به دست بیاریم، باید تمام بیت هایی که تا الان داشتیم راجع به صحبت میکردیم و اگر 0 بکنیم 1، اگر 1 بکنیم 0، در این صورت کودک G711 مولا حاصل میشه. اما به طور کلی همونطور که گفتم کودک G711 64 کیلو بیت پر سکند پهنای باند احتیاج داره و کیفیت صدای خیلی خوبی داره، چون هیچ گونه فشرده سازی روش انجام نشده. کودک G711 و G722 کلن کودک هایی هستن که کیفیت صدای خیلی خوبی دارن ولی پهنای باند زیادی مصرف میکنن. واسه همین ما معمولا از این کودک ها در شبکه لوکال خودمون استفاده میکنیم. ببینید تصور کنید ما میخواییم سیستم وایپ رو توی شرکت پیاده سازی کنیم که این شرکت یک شعبه دیگه هم داره که توسط یه لینک ون با پهنای باند محدود این دوتا شعبه رو به هم دیگه متصل کردیم. در این حالت زمانی که ما میخواییم بین این دوتا شعبه تماس ها رو رد و بدل کنیم، نمیتونیم بیایم از کودکی مثل G711 یا G722 که پهنای باند 64 کیلوبیت پر سکند احتیاج دارن رو استفاده کنیم. میایم از کودک های استفاده میکنیم که پهنای باند کمتر رو مصرف میکنن، مثل کودک ILBC که به خاطر فشرده سازی که داره پهنای باندی حدود 15.2 کیلوبیت پر سکند احتیاج داره، ولی تو شبکه لوکال خودمون توی یه دونه از شعبات خودمون میتونیم تماس های بین کاربرا رو از طریق کودک G711 یا G722 برقرار کنیم که کیفیت صدای خوبی هم داشته باشه. اما همونطور که تو جدول مشاهده میکنید، ما غیر از این چند تا کودک های دیگه ای هم داریم، مثل کودک G729 که پهنای باند 8 کیلوبیت پر سکند مصرف میکنه. این کودک به خاطر فشرده سازی خیلی قویی که داره پهنای باند رو خیلی کاهش میده، اما کیفیت صدا رو هم خراب میکنه. به طور کلی کودک G729 دو نسخه داره، یکی کودک G729A هست، یکی کودک G729B. کودک G729A کیفیت صدا رو خیلی میاره پایین و همین باعث میشه که پهنای باند مصرفیش کاهش بده کنه. کودک G729B قابلیتی داره به اسم VAD یا Voice Activity Detection.
این قابلیت چیکار میکنه؟ ببینید زمانی که نفر A داره با نفر B صحبت میکنه، نفر B ساکت هستش دیگه و نیازی نیست هیچ صدایی از سمت نفر B به سمت نفر A بیاد. این میاد صدای هوایی که از سمت نفر B به سمت نفر A میاد رو از مکالمه حذف میکنه، واسه همین پهنایبان کاهش پیدا میکنه. اما این موضوع یه مشکل ایجاد میکنه. بعد از چند ثانیه که نفر A داره صحبت میکنه، حس میکنه هیچ کس پشت خط نیست، چون هیچ صدایی نمیاد، حس میکنه کسی پشت خط نیست، واسه همین میگه الو الو هستی، تا نفر B صحبت کنه و بگه بله من هستم و نفر A متوجه بشه که تماس قطع نشده. به طور کلی زمانی که ما میخوایم تجهیزاتمون رو کانفیگ کنیم، مثل وایس پورت ها، دایل پیور ها که باهاش آشنا میشید، ما میایم قابلیت وضع رو به صورت دستی غیر فعالش میکنیم تا این مشکلات این چنینی تو سیستم وایپمون نداشته باشیم. خب مطالب مرتبط با مبحث کدک ها در همینجا به پایان میرسه. امیدوارم خسته نشده باشید. از جلسه بعد یه مقدار بحث جذابتر میشه و راجع به قطعات و تجهیزات سخت افزاری سیسکو یه مقدار صحبت میکنیم. تا جلسه بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.